سلام هموطنان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه امروز یه پنج دقیقه دندون سر جگر بذارید این ویدیو رو ببینید کلا پنج دقیقه شش دقیقه بیشتر نیست آخوندی که در مورد شاهزاده صحبت کرده و همه چیز زمان گذشته رو با حال مقایسه کرده راجب طالبان صحبت کرده و در اصل به نفع شاهزاده صحبت کرده که حرفهای کلا ای زده و از یک آخوند بعید هست و خوشحال هستم که آخوندهایی هم هستن که مغزشون هنوز کار میکنه در هر صورت این ویدیو رو ببینید از دست ندید سعی میکنم بازم از این ویدیوها اگر پیدا کردم براتون بذارم تا ببینید صحبت های بسیار بسیار جالب هست و واقعیت هم هست و بنده هم همه این حرفایی رو که ایشون زده قبول دارم و واقعا درست هست همه رو به خدا میسپارم ویدیو رو ببینید چیز به هر قیمتی که باشه آیا این تکرار تاریخ ترس ازش نیست که ما هم شاید همچین تکراری باشیم بگیم که آره وقت رضا پهلوی اومد در تهران نشست بر قدرت همه این وعده و هاش فراموش بشه و یادش بره و اون, نز... اون روندی رو بره که اقتضای اون زمان میکنه اقتضای حفظ قدرتش رو میکنه و اینکه چند سباهی خواسته باشه بیشتر در جایگاه رهبری بمونه من حقیقت را بر خودم شاهد میگیرم من آفریدگار نظام هستی رو بر خودم شاهد میگیرم که من حق را بگویم من زبان را در این دهانم نمیگردانم مگر با رضایت صاحب جهان من بر این اساس آقای زروندی میگم من طرفدار ملت خودم هستم من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستم من طرفدار ملتم هستم که چرا ملتم اینقدر نمیدانم ملتم فرض کنید افغانستان افغانی ها باشن اینا چطور توانستن طالبان رو بر خود مسلط کنن آقا من طرفداری از ملتم میکنم ملت من باید مثلا ملاحبت الله رو قبول بکنه به رهبری خودشون که به دروغ از دین و مذهب داره میگه و سر مردم رو داره میبره مردم بعد از 43 سال باید آخوند دینی رو بر خود مسلط بکند یا امثال اشرف غنی ها را احتمال باید اینوری بده نه اون درد که احتمال وجود ندارد آقا طالبان برای کشورشون چه میخوان بکنن شما در مقابل شاهزاده آخوند رو میخواد چه کار بکنی نه, به این، نه انتخاب آخوند درست است نه ادامه آخوند آخوند یعنی طالب طالب میخواد چیکار بکنه اگر شما میگین احتمال تکرار تاریخ باشه که مثلا پدرش بوده که از کردم نمیخوام در این باره حرف بزنم اگه احتمال هست چرا این احتمال نمیدید یه فردی که مثلا در خارج از افغانستان ده سال بیس سال پنجاه سال زندگی کرد شاید رهبریت افغانستان رو بگیره بهتر اداره بکنه تا طالبانی که از کودره برآمدن که میبینید رضا پهلوی که چرا سه سال در خارج از کشور داره زندگی میکنه احتمال اینکه ایشون بیاد کشور را اقتصادش را دینش را عقلشون را فرهنگشون را بهبود ببخشه این احتمالش هزار برابر بیشتر از یک آخوند به یا طالب کوهنشین در احتمال این طرف وجود دارد نه اون طرف اگر احتمال تکرار تاریخ است بگو احتمال تکرار مثلا فرانسه شدن ایرانه احتمال داره ایران تبدیل به آلمان بشه با آمدن رضا پهلوی اگر احتمال است احتمال داره ایران هم ارز مثلا اروپا بشه احتمال داره هم ارز آمریکا بشه نه با درست کردن مسجد در کاخ سفید نه با درست کردن مسجد مثلا در آلمان نه با فرستادن تروریست در اینجا و اونجا و هر نقطه خارج از ایران و داخل ایران رزا پهلوی دستش پاک پاکه رزا پهلوی دستش پاک پاکه بلکه مملو از تجربیات قوی و غنی در بیرونه